سلام هموطنای عزیز، امیدوارم جور صحت باشین، هر جای که هستین خوش و آرام باشین. به چینل ما خوش آمدید. امروز با یک ویدیوی کاملا متفاوت خدمت شما دوستای عزیز حاضر هستم. البته چند موضوع را میخوایم ما در این ویدیو یادآوری کنم. به اینقدر وقت که ما ویدیو اپلود نکرده بودم، نمیتونستم، صحتم خوب نبود و یک چند موضوع که امروز میخوایم امروز شما دوست عزیز یادآوری کنم. امیدوارم مرا تا آخر امروز کنید، ویدیو را تا آخر ببینید دوستای عزیز. انشالله که حتما بر شما مفید است. از تجربه خود برتان میگم. موضوع اول که یادآوری میکنم چینل دوستای ماست که باید اینا حمایت شوند. موضوع دوم، قسمی که چند خواهر ما گفته بودن که سرگذشته از کرونا بگو، کدام حالت ها را سپری کردی و از درمان های خانگی چی استفاده کردی که صحتیاب شدی، تجربه من میگم. موضوع سومی که برای یک مدت کوتاه من آشپزی نمیکنم، دلیلش هم به شما دوستای عزیز میگم، امیدوارم تا آخر ببینی. و موضوع دیگه که اگر کلانسنا به این مرض مبتلا شوند چطور کنیم که اونا هم زودتر صحتیاب شوند بخیر. پس امیدوارم مرا تا آخر ویدیو همراهی کنید. انشالله که ویدیو هم بر شما دوستای عزیز مفید می باشه. تشکری میکنم از دوستایی که همیشه ویدیوهای مرا میبینن، لایک و کامنت میتن، کامنت های مقبول تانه میخونم، واقعا خوش میشم. جای افتخار است بر ما که در قدر وقت کم ما قدر دوستای زیاد را پیدا کردیم. احسان من در هر یک شما دوستای عزیز ما هستم. دوست عزیز، تا جایی که خبر دارین، دیدین در ویدیوی قبلیم که ویدیوی گذشته را مانده بودم، دوستای زیاد ما حمایت شدن. خواهرها و برادرها حتی شخصی به ما پیام میماندن، تشکری میکردن که ما واقعا حمایت شدیم از طریق همی ویدیوی و این ویدیوی ما بسیار بازدید خوب گرفت. و یک تعداد دوستایی که البته نامشان ذکر نکرده بودم، نام چینلشان نبودک، اونا خواهش کردن که در ویدیوی آینده از اون چینل های ما هم یادآوری کن. پس به مو خاطر من خواستم که یک بار دیگر از دوستای ما که مانده بودن، اسمشان فراموشم شده بود، از اونا هم یک یادآوری کنم. دوست عزیز، تا جایی که ما میدانیم، یعنی یک سابسکرایب کردن کدام مشکل نیست، یک کمک است که به یک هموطن خود میکنیم. باید ما یکی دیگر کمک کنیم که تا خداوند امرای ما کمک کنه و همه ما همه قسم پیش بریم. پس لطفا این چینل های را که شما در روی سکرین میبینین، دوستای ما هستن، اینا رو باید حمایت کنین. البته ما خواهش میکنم از طرف ما و همه دوستایی که نامایشان میبینین، باید چینل هایشان حمایت کنین تا اونا هم به هدف خود برسن. به خاطر که هر کسی در یوتیوب که میایه به یک هدف میایه، به یک امیدواری میایه که سبا روز از یوتیوب یک درآمد داشته باشد دیگه. امیدوارم که شما این موضوع را بیشتر درک کنین، همیشه کمک کردین. باز هم من شما خواهش میکنم که این دوستای ما را حمایت کنین، تشکر میکنم. موضوع دیگه که دو خواهر ما پیام مانده بودن در ویدیو قبلی، گفته بودن که چطور به این مرض تو مبتلا شدی، یعنی اگر یادآوری کنی، اگر بگویی از تجربه، چون همه ما میدانیم که کرونا رقم از هر نوش فرق میکنه، در وجود هر کس هر رقمش میباشه دیگه. خواستم همین موضوع را از شروع، از روز اول که یعنی علایمش به ما پیدا شده بود تا اینا فعلا که من هنوزم درد دارم، صحیح خوب نشدیم، ما به شما دوست عزیز قصه میکنم. امیدوارم که خسته کن نشده باشه برتان ویدو دوستای عزیز دیگه. انشالله که برتان مفید باشه. دوستای عزیز، دقیق تاریخ 24 دسامبر و آمدگی نانچاشته داشتم، داشت پس خانه بودم که کمدم همتی کمک گلونم خارش پیدا کرد و یک دو عدسه زدم، فهمیدم که کم مرا ریزش گرفته. آجل ما یک دو دانه لیمو را بسیار نازک باریک توتک کردم، در مرتبان انداختم
سرش دو سه قاشق عسل اضافه کردم، کمک دارچین، دیگه شور دادم شه، سرش پت کردم، ماندم که ایتا شبه و حساب آماده شبه مزی بخورم که از این ریزشی های زود خوب شبه و از این مرز من جلوگیری کنم. البته تاریخ 24 دسامبر 2020 اولین علائمش بود که برام پیدا شد. من فکر میکردم که ریزش گلوم دردی یک چیز نرمال است، حادیسته، باید من جلوگیری کنم، کوشش کنم که زودتر خوب شم تا به این مرض من مبتلا نشم خدا نخواسته. شب از این دوا استفاده کردم، از این لیمو و عسل، صفایش کمک زیادتر شد. خب ما عادی فکر کردم و کمتم گلون ما گرفته، گلون ما گرفت. دیگه من تقریبا 2 سال وار میشه که گلون دردی قسم به ما پیدا شده که من تانسل دارم، تانسل ها کلان شده مرضیت میکنه و در این کشور در انگلند اصلا تانسل ها نمیکشن، میگن که بر گلون بر بدن فایده داره، باید باشه. در زمان های بسیار وقت تانسل های گلون عملیات میکردن، یک تعداد بعد از عملیات یعنی جانای خود از دست دادن، چون گلون بیشتر خون ریزی میکنه و عملیات شم سخت است. همین 2 سال پیش که به حساب مریضی به ما پیدا شد خواستیم که این تانسل عملیات کنن، گفتن امکان نداره، ما نمیکنیم. دیگه به او خاطر از کسایی را بازم عملیات میکنه که در 1 سال 3 بار یا 4 بار یک عمله، یک حالت گلوندردی برش بیایه. بعد از او دیگه 2 سال پیش بر من یک حادثه وار بگم دیگه آمده بود، من تا بعد از او شکر خوب بودم، هیچ مشکل نداشتم. دیگه من فکر کردم که این حساب گلونم از تانسل است و همو هم بود در اول. خب 3-4 روز تیر شد، به می دوای خانگی من ادامه دادم، زنجبیل تازه امرای لیمو میده کردم، از مکسر کشیدم، در ترموز چای من داختم، در چای هم استفاده میکردم که باش من زودتر خوب شوم و پرستامول هم میگرفتم، چون در این وقت گرفتن از دکتر بسیار مشکل است، اپاینمنت نمی باشه، دیگه من دسترسی نداشتم که من پیش دکتر برم. تقریبا 4-5 روز در بر گرفت. تاریخ اول جنوری بود که دوستم بر من پیام موند که خورخاندیم البته که بر تبریکی سال نو کدام ویدیو چیز تیار نکردی، آمادگی نگرفتی قدر، یعنی من گلوندرد بودم که هیچ اصلا در او فکرام نبودم که باید من تبریکی چیز بانم. بعد از او دوستم افتمت من ویدیو پیدا میکنم، یک چیز جور میکنم، برات روان میکنم. خب به امو ویدیوی تبریکی سال نو که دیده اینو ماندم بر دوستای او را من تیار کردم، آماده کردم، بر دوستمم روان کردم، در چینل خدا ماندم. او دیگه آخرین ویدیو بود که تاریخ اول جنوری من ماندم. اول جنوری کم کم حالتم خراب شد، فهمیدم که رای گلون ما بسته میشه، رای گلون بسته میشه، دیگه نفس کشیدن مشکل است، چون تانسلا بسیار کلان میشه. ساعتم هم خوب نبود، خب پیش از بام ام 2-3 روز پیشش دیگه کل کارهای ما کردم، خانه و یا جمع اولادارم شاور دادم. وقتی که شاورم از کار آمد گفتم ساعت ما خوب نیست، باید ما یک دفعه امرجنسی برم شفاخانه بخاطر گلونم، چون میفهمم که شبم از صبح نمیتونم، شاید از بین برم. زنگ زدم به شفاخانه بخش عاجل، مشکل ما برشان گفتم. وقتی که برشان گفتم اونا گفتن بیای ناجل. رفتم شوهرم رساند ما شفاخانه، اونجا بسیار دیر دیگه منتظر بودیم. وقتی که دیدن اول تاوم داشتم، پرستامول دادن به خاطر تاوم و نوبت که رسید دکتر دید گفته نه، هی تانسلای گلون است، اگر تانسلا سرخ باشه رنگش ما انتیبایوتیک میتیم، چون میکروبی شده، اگر این سفید است ما انتیبایوتیک نمیتیم. اون تا چند رقم دوای دیگه همونجا دادن که من او را گرفتم، تن تا 74 ساعت تانسلا را خورد میکنه، تو براحتی نان خورده میتونی و کوشش کن که چیزای نرم و ملایم بخوری. و در این زمان من توان داشتم. اما وقت دوستای عزیز تقریبا 2 روز پیش از سال نو دیگه کم کم من مزه نان نمیفهمیدم،
مزه نان نمیفهمیدم، بوی نمیفهمیدم، چون یک روز دیگه ما سپیشم سوخت خانه ششته مید نفهمیدیم دیگه سوخته. باز همون جا پرسان کردم دیگه، گفت پرابلم چیز نیست. ما گفتم دیگه چیز نیست، فقط ما می اس زایقه ما از دست دادیم و بویم نمیفهمم. یعنی ما در دلم بود که باید تست کرونا موجه کنن. اونا گفتن نخیر ما در شفاخانه نمیکنیم، بخشش علایده است، میتونی که آنلاین اپاینمنت بگیری و بری تست کرونا کنی. تقریبا 9:30 شب ما شفاخانه رفتیم تا 12 کم 2 شب ما در شفاخانه موندم. شوهرم خانه آمد که تولاده. پس ما بر از اینا زنگ زدم که نه، ما را از شفاخانه رخصت کردن، دوا دادن، گفتن اوکیستی میتونی خانه بودی. خانه آمدیم، عاجل آنلاین اپاینمنت گرفتیم صبحش بر 12 بجه. 12 بجه رفتیم، تنها رفتم تست کرونا. خدا نشان نده بسیار یعنی سخت از دردآور است که ناامیدی از اموج شروع میشه بر ما. اول یک جای کلان بود، فضای باز بود، همونجا تست میکردن. ما بسیار عادی دیگه شیشه موتر تا کردم که امو کت امو تست کووید هم ازشان بگیرم. دفعه نو سلاکن گفت نه، باید شیشه موتر بالا بینی، بسیار کمه. پایان که ما فقط امی کت امی تست ما برات بتیم. اموجا ما تکان خوردم، بتیم یعنی دقیق نیست از ما که هست یا نیست، یعنی چرا تو کردن. خب چیزی که قانون است، ما تست گرفتم، موتر پارک کردم، اما داخل موتر شیشای موتر باید بالا باشه. اول ما خواندم که چه رقم راهنمایی کردن، بعد از اون ما تست عملی کردم، پس برشان دادم، گفتن تا 24 ساعت بعد برات نتیجه میآید. خانه آمدم، بازم دموال شب سال نو نان بر اولادا تیار کردم. خودم دیگه قدر علاقه مندی نداشتم چیز بخورم. نان برشان تیار کردم، همه چیز پتاقی بازی هم کردن در روی اولی. خوب ساتری کردم، لیکن خودم ساعتم خوب نبوده که بخاطر اولادا زیادتر خدا استوار میگرفتم. و امروز هم که به خاطر تبریکی سال نو هم رای پدرمشان گپ زدم، پدر جانم گفت که مادرت مریض است، بچه‌ام در شفاخانه امروز بستر شده. دیگه به حد جگرم خون شد و گفتم که من گلوم درد هستم، شاید یک چند روز زنگ زده نتانم. نگفتم که به حساب ما تست کرونا دادیم. یکمک چی کردم که یعنی نفهمن سر من. خب فردای شد دیگه، همه کاربار کردم، خلا شد، انتظار استم، زود موبایل چک میکنم که باش مسیج آمده باشه. خب همجشته بودیم، تلویزیون سعی میکردیم که مسیج آمد، نوی جان پولیم ششته بود، مسیج که خواندم هم بر من مسیج آمد هم به شوهرم. پیش از من اول شوهرم خواند، گفت که نتیجه آمد، تستت مثبت است، پوزیتیف است. زمانی که گفت بچه ایم نوی جان، یعنی بسیار نازدانه است. اولین کسی که از من دور شد همین نوی جان بود، طفل خورد است، یعنی قسم دور شد که حتی بینی خود پد گرفت از پیش من دور شد که او ممی تو کروناستی، ممی تو کرونا داری، تو باید جدا شوی از ما. من کردیدم راستی هم شوک شدم، تکان خوردم، هم ایران ماندم، یعنی خلاصه که من چی گپ شد یعنی سر من. همونتی یکی دو دقیقه وارم تو مکس کردم، سر من سرزانوی ماندم، بچه از پالیم هم تو گریغ بر آمد. دیگه گفتم که کرونا یعنی دوران که میگیرن بسیار طولانیسته، که اولاد های سه نفر خب بسیار خوارزار میشه. همونتا از جایم خیستم، دیگه گفتم خداوند مرا کمک کنه که یعنی خودم از دست نتم. هم خنده گرفتیم هم گریان، بسیار یعنی بر ما دردآور بود که اولادایم فامیلم طبعا باید مزیاد جدا شدن. بسیار دردآور بود، یعنی هم من خنده گرفت هم گریان. دم خنده من زیادتر تیر کردم، گفتم نه ای امکان نداره، کرونا چیز من را بگیرد، سوکه خیر است، من خوب میشم. بعد از اون اولین کار که کردم آشپزخانه آمدم،
ظرف های ما چنج جدا کردم، ظرف هایی که خودم استفاده میکردم اونا رو جدا کردم. یه ذره سودا کمبوتی داشتیم، او را آنلاین آردر کردیم، پشت خانه آمد. دیگه بسیار متاثر کننده است، جگرخون کننده است. اولین کار که کردم خودم خدا خود استوار گرفتم، گفتم نه، خب کرونا هست طبعا، همی ما میدانیم یک سال شده، ما باید جرات کنم، زیر تاثیر درد نرم، زیر تاثیر مریضی نرم، باید استوار باشیم، به خداوند اعتبار داریم، باور داریم که خداوند هم تو که درد بر ما میته، پس هم تو رای حل شام میته، پس هم تو جان و جور هم نصیب ما میکنه. باید مقاومت کنیم، استوار باشیم در روزای بعد، در روزای خوب، در همیشه باید ما قناعت داشته باشیم که یگانه دلیلی که بود بر ما که من زود خوب شدم، زود سر پای شدم، این نمی بود که من هیچ وقت ناامید نمیشدم. ناامید نبودم، همیشه امیدم به خداوند بود. میگفتم خداوند کمک ما کنه الهی، که از این درد حال که نصیب ما شده، از این درد باید ما برایم. دیگه بسیار سخت از دوستای عزیز، خصوصا آدم که اولاد دار باشه و در این مریضی انسان قسم میشه که کس دار به کس واره، یعنی فامیل ما هست، فامیل شوهرم هست، فامیل خودم هست، لیکن کمکشان گرفته نمیتونیم، فقط در پشت تلفن که گپ بزنی دل آدم هم از او سو هم میشه هم از این سو. دیگه با امید خدا و بودیم اک اتاق خودم جدا کردم، بیهیم ادمی اتاق تنها بودم، در اتاق خود دروازه پیش فقط شوهرم نان برم می آورد، در پتنوس میمان نظر میکردم که فقط پتنوس دان دروازه بان، یک طرقه از یک صدا که من خودم میگیرم، میگفت نه، یعنی خداوند خیرش بده، همیشه برم نان می آورد قسم پای پیشم میمان که میگفت یک مریضی عادی داری، من میگفتم شما باید از من دور شوین، لیکن اولادای من هیچ اصلا من نمی دیدم، طفلک ها می آمدن تا دان دروازه صدا می کردن، می دیدن، لیکن من خودم خوش نبودم، می گفتم نه شما باید دور باشه. تا 3-4 روز که تیر شد دوستای عزیز، بسیار دیگه حالتای بد بود، اولا زیاد اذیت می شدم، جان دردی داشتم، سردردی داشتم، اشتیا نداشتم، دیگه درد بسیار زیاد بودک، قدر تب نداشتم، فقط دو شبه من تب کردم، بسیار تاوه که به قدر زیاد بود، یعنی دامر ندیده بودم، من مجبور شدم امام کردم چون بسیار تاو داشتم نا وقتای شب. دیگه من از طرف شب زیادتر میفهمیدم که سه نفر خوستن، فقط دان کلکین استاد میشدم، کلکین آواز. دیگه من موجه اگه گیریه میکدم یا صدای مبرامد، چون روز من نمیتونستم که گیریه کنم چون اولاده در اتاق میامدن پیشم، یعنی من قید بودم نمیتونستم، شو که اینا خواه میکردن بود از اون آرام میشدم یا در اتاقم میگشتم. بسیار یعنی سخت است که در یک اتاق دو هفته باشی، امی تشناب بالا رو بیخی نامربوط من مانده بودن، خودشان در پایان استفاده میکردن، همه چیز یعنی بسیار سخت است. شوهرم از کار مان، در قرنطین بودیم همه ما. دیگه خداوند دوستای من خیر بود، تجر بود، شان اونا زیاد زیاد مرا کمک کردن، برخم دایم خداوند اونا را خوشی بود که در خوشی هایشان ما برشان برسم. دیگه همی سپورت از دوستایم بود، کمک از شوهرم بود که مرا زیاد حمایت کردن. و همو زمان که من خبر شدم، یعنی اولین کار کردم یک پست ماندم در یوتیوب، در چینلم، تون باش دوستایم خبر شوه که بعضی وقتا که یکی دو روز ویدیوی ما تال میخوره، دوستای مسیج میکنه در یک ویدیو که کجا هستی، چرا ویدیو اپلود نکدی، تو مگر از این کلمه بدتر شوه، مالت ما خراب شوه، بهتر است که دوستای ما با خبر بسازم، که همه دوستا بسیار به تشویش بودن. و باز هم تشکری از هر یک شما میکنم که پیامای بسیار مقبول بر من نشته کردین، شما ختم کردین، ختم قرآن پاک کردین، خیرات دادین، دوای شفا را خواندین، یعنی سانمند هر یکتان هستم، اونم یک دوای خالی شما بر من و میلیون ها ارزش داره. دیگه سانمند هر یکتان هستم. فامیل دوم هم اگه بگویم شما دوستای یوتیوب هستین، همیشه ما در خانه یاد کردیم که
کمک خداوند بوده و دعای می دوستایم بوده که ما زنده هستم و پس پیش فامیل ما هستم. شکر خوب شدیم. بعد از 3-4 روز بعدش ساعتم باز خراب شد. تنفس کردن بر من مشکل بود. مجبور شدم بازم شفاخانه زنگ بزنیم. اونا مرا خواستن. تقریبا 5-6 بجه دیگر بود. چون امو شبای ویکند بود. امبولانس نبوده. اونا خواهش کردن که خودتان بیاین. من گفتم ماده قرنطین هستیم. یعنی شوهرم چطور مرا بیاره. گفتن خیر است. را بیاره در شفاخانه. ما از دان دروازه نرسا هست را میگیرن من تا شورد باید خانه برکت اولاد های ما 2 هفته تقریبا 3-4 روز اول دیگم یعنی من بیخی از اولاد هایم جدا بودم لیکن قسم مجبوری سرما آمد که من در یک موتر کت اولاد هایم تا شفاخانه برم خودم درایف نمیتانستم بسیار حالتم بد بودک در یک موتر من کت ازی 3 نفر مرا شفاخانه بردن مرا که رساندن در بخش کووید تقریبا 1 ساعت 1.5 ساعت ما در لاین استاد بودیم تا که نوبت رسید در رسپشن اما ما این دیتیل جای ما را گرفت دیگه در مو 1 ساعت 1.5 ساعت ما گاهی میششتم گاهی میخیستم زیاد مریضا بود یعنی همه گی حالتایش بسیار بد بوده باید در نمو لاین منتظر باشی وقتی که نوبت ما رسیده گفت فشاری ها را دیدن همه چیز اوکی بود اگه نرمال بود کمک ضربان قلب یک ذره کم شده بود گفتن که داخل همی رید زون میگن همی بخش سرخ یا بخش خطر بخش کووید فل است ای جای نیست حتی همه 2 مترام کس در نظر نمیگیره ما همه گیره گنجانیدیم یعنی حاله باید این مریضای ما برند در موتر خود انتظار بکشند در بیرو چون دان دروازم شما را اجازه نمیتیم امکان داره به شما دل بدی چیز پیدا شود بهتر است که چورتا بخوایی در موتر پس داره نگاه کنن از 1 ساعت الا 6 ساعت باید وید کنی منتظر باشی در موتر که بعد از 100 نفر بعد یعنی هستین قدر یعنی دردآور بود ای 1 ساعت 1.5 ساعت انتظاری یک سو ای که گفتن از 1 ساعت الا 6 ساعت باید تو در موتر باشی دیگه جایم نه چون در بیرون سن شفاخانه کس ایجا بوده نمیتونی چون باید در قرنطین باشی تو کرونا داری شاید دلبدی پیدا شوی یک تکلیف برد باید در موترت باشی پس من شوهرم زنگ زدم که اینه قصدر گفتن حتی دستبندم در دستم انداختن که یعنی نامیایم تگو شوهرم آمده که اولادایم بسیار خسته شده بودن تقریبا 2 ساعت و نیم ساعت دیگه در موتر ششتیم اولادایم خواب بردن اوگه کار خواب برد تشنه شدن بسیار یعنی جگرم خون شد خودم مجبور استم در موتر کششتیم ماسکم از رویم پس کنم چون نفسم تنگ تنگ میشد ماسکم پس نمیکردم نمی یک گریان هستم که من چطور شوم و باید داخل برم مرا ببینن دیگه از دست کالتم خراب شد دخترک مام سر صدا میکرد گفتم باش های ما پرسان چون کنم که همین 5-6 ساعته که من اینجا انتظار میکشم میره خانه برم باز من پس بیایم چطور است اونا گفتن میتونی که خی خانه بری 5-6 ساعت بعد بیا یا 8 بجه صبح بیا آمدم خانه دیگه خدا گفته پس آمدم خانه کالاویایی که دم شب خانه پوشیده بودم پس باره چینج کردم دیگه دم جای مفتیدم گانه کار کم مره گفتن بکو بالشتاره گفت 3-4 بالشته سرده سر بان چون گردنت باید بلند باشه یعنی تنفس با آسانی بتونی اگر بالشتا پخش باشه چون باز رای حساب تنفسی هم بند میشه 3-4 رانه بالشتا ماندم دیگه کلمه مخواندم خو کدم قرآن کریم هم در موبایل هم ماندم که یکی از دوستا برم روان کرده بودن در چینل هم مانده بودن 10 ساعته قرآن کریم بود که تلاوت میکردن بسیار خوبش بود ماندم دیگه هم تو گریه گرفتیم خداوند اگه مرگ هم مرگ است یعنی اگه مرگ نصیب ما هست در مریضی مرگ با عزت باشه چون به عزت نمیخواییم شویم اما تو خواه کردم من تا شوهرم با خبرم بود خبر میگرفت زوزو چک میکرد دیگه دو دانه دوایی پرستامول خوردم دوایی در من اما تو خواه کردم
صبح 6 بجه بیدار شد، شوهرم پرسان که چطور ساعتت خوب هستی؟ گفتم کم بهتر هستم از شب کردم. باز دیگه مجبور شدن مرا شفاخانه بردن، چون قدرم خوب نبودم، بسیار خسته بودم، دردم داشتم. شفاخانه رفتم، دیگه موجه من 2 روز برده شفاخانه ماندم. دیگه یک اکسیجنی ها گرفتیم، چی حالت ها را تیر کردیم، دیگه قدر نفهمیدم، در موجه بسیار در حالت بد بودم. باز فضل خدا 2 روز بعد، 3 روز بعد بود که چک کردن، دیدن به حساب در شش وجودم دیگه جایا نرسیده بودن، یعنی ششا کلیر بود، پاک بود، یعنی اگانه خطر که در این مرض هست ششا خراب نشه باید. باز خانه آمدم، کلان جای شکرمی بود، همگی خوش شدن که من صحتیاب شدم، خانه آمدم. دیگه زیادتر چیزایی که من در این دوران یعنی استفاده کردم، خوردم جوس مالته بود، لیمو بود، چون به ویتامین سی زیادتر ضرورت می داشته باشیم، دیگه از امینا استفاده کردم. و در این زمان یک دوست انگلیس رو مسیج کرده بود بر ما که کریلا را میتونی، جوس کریلا را همراه آووکادو و عسل یک جای کنی، میکس کنی، هر صبح یا یک گلاس بخوری که بسیار فایده داره. دوست عزیز ما بر ما شوارم تیار میکرد، هر روز صبح اول از امو جوس کریلا، آووکادو و عسل تیار میکرد، ما از اون نوشجان میکردم، چون بی از او مزه را نمیفهمیم، ذائقه را نمیفهمیم، بوی را نمیفهمیم، یعنی به بسیار راحتی میتونیم که بخوریم. خدای نخواسته اگر کسی دچار این مرض شد، لطفا از این جوس کریلا هم تیار کنین، لیمو و زنجبیل تازه را، زنجبیل میده کرده بودن، از مکسر کشیدن، همراه لیمو، 2 دانه لیمو خوب قطع کردن، در بوتل شیشه ای کلان، در ترموز چای برام منداختم، در چای صبح زیادتر استفاده میکردم و میوایی که ویتامین سی داشت بیشتر از اونا استفاده میکردم، زردک زیاد برام میآوردن، جوس زردک که در خانه تیار میشد، دیگه مایات بیشتر، سوپ، یخنی زیاد میخوردم. دیگه میو کلان کمک بود دوست عزیز و یگانه چیزی که خود مریض باید فکر کنه ای که مثبت باشیم، خود ما خود انرژی بدیم، بگویم نه کرونا چیست، یعنی چیز نیست، ما خوب میشم. حتی یکی از فامیلای نزدیک ما که اونا هم امرای شوهرم گپ زد، گفتن نه قسم برش بگوین که یعنی کرونا است و نیست، همین چرگکایش است. اینقدر جالب بود که روز که شوهرم بر من گفت که نام از اونا را گره، گفت میگه که ترا چرگکایش گرفته، مرا خوب صحیح کرونا گرفته بود، تقریبا 3 ماه گرفته بوده شد. من خنده کم تو مقدر درد من میکش و منوزم شما میگینی کرونا نیست، ای چرگکایش هست. و این قسمه گفتن که یعنی باش من دل بگیرم، زیر تاثیر درد نرم، استرس نرم، چون بیشتر من اخبار رو میشنیدم همیشه در معالت مریضی من، بعضی اوقات که خوب میبودم اخبار رو برم پلی میکردم، دایپد من میدیدم، چون از تلفنم بخبر بودم، نمیدیدم، نه چاف کرده بودم، چون می فهمیدم که در مریضی دل آدم بسیار نازک می باشد، چون مادر جان مام هم مریض بود، 3-4 روز میشه شکر خدا که از شفاخانه بر آمده، ساعتش خوب شده، دل آدم نازک میشه، ناامید میشه، گانه کسی که آدم بیشتر ناز میته مادر است. از من مادر مام بخیر بود، دیگه خوار خطبا من خوار ندارم، در ویدئوی گذشته هم گفته بودم، دیگه اگه خوار خورخونده دوستام که گپ می زدن، اونایی که ناز می بتن، بازیاتر دل آدم ناامید میشه که من در این حالت هستم، شما را که دیدن نمیتونم، خب بیشتر درد آدم میشه. دیگه یکی خوبم نبودم، نمیتونستم، فقط از شفاخانه زنگ می آمد، هر روز زنگ می زدن، اول می گرفتن، گپ می زدم. فضل خدا که به شوهرم و اولاده مثلا این مرض سرایت نکرد، گرچه جدا بودن، لیکن شوهرم همیشه بر من نان می آورد، هر چیزی که می آورد همیشه پیشون بود.
لیکن خدا را شکر که بر اونا سرایت نکرد. دیگه حال فضل خدا کمه خوب شدیم. دو سه هفته بعد من یک ذره استوار شدم و تا وقت هم در جای بودم. و قسمی که گفتم یکانه دلیل که من گفتم آشپزی نمیکنم دوستای عزیزی است که کمک ناخونای من خراب شده، ناخونای تر یکان گلکای کبود پیدا کرده و همین ناخونایم خودش درد شده که چند روز پیش به بسیار مشکل من ناخونای من گرفتم، قدر درد میکرده، قدر اذیت کننده بود. دیگه به او خاطر لازم نمیبینم آشپزی هم کنم، چون بسیار خسته و زلام است و همین یک نان روزمره را به بسیار مشکل من بر اولادم تیار میکنم که نکنم هم نمیشه. منتها یک چند وقت بر آشپزی نمیکنم، گرچه چند ویدو دارم انشالله کوش میکنم اگر به خیر اونا هم ایدت شوه و شما دوستای عزیز اپلود میکنم. و هر موضوع دیگر که اگر خوش داشته من نشر کنم یا دبارش گپ بزنم، حتما خدمت شما دوستای عزیز آماده میکنم. و یکان لوگو چیزایی را که من یاد دارم اونا را هم به خیر بزودی من تیار میکنم، میمانم که شما هم بتانین لوگوی بسیار خوب خوبش بر چینلتان تیار کنین. و اگر خدای نخواسته کلان سنا را همه بزرگان اگه بگیره، اصلا هیچ برشان باید نگوین، بخاطر چند فامیل را که اینجا گرفتن تست نکردن از علایمش فامیدن، تداوی خانگی کنین، همین چیزایی که من استفاده کردم از اونا بتین، بگوین که یک دوره ریزش است که همه ما تیر میکنیم، خوب میشی و خیر، دلداری بتین، نمانین که بیرو برن یا قدم زدن عموماً کلان سنا میرن از طرف صبح. همین را سرشان نمانین که کنن، زیادتر کوشش کنین، خوش نگاهشان کنین. اگر اونا خدای نخواسته بفهمن که ما با این مرض مبتلا شدیم، اول که می فهمن همین کلان یک ناامیدی داره. ما اس کردم، دیدم، فهمیدم، انازم یعنی ممو اسش در وجودم مانده. دیگه دردایش بسیار سخت است. دیگه خدای نخواسته همین کلان سنا را بگیره، از این دردها بسیار مشکل است که اونا برایند. یعنی جوان هستیم، ما هستیم، مقاومت بدن ما شاید بیشتر باشه. ما فایت کردیم در مقابل این مرض، جان خود را سیف کردیم، لیکن بر اونا مشکل است. یعنی به نظر ما خدای نخواسته کم تو ملایمی که داشتن، شما باید نباید برشان بگوین یا بر تست ببرین که بیاین تست کنیم. نه، فقط در خانه همی درمان عملی کنین، همی دوا، همی چیزا را پرستامول یکانه چیز کمک میکنه، گرچه درد کم نمیکنه، درد مو درد است، فقط است، نمیمونه که تاو شما بالا بره، تاو کنترول میکنه، تاو دمو لیوله که هسته نمو درجه نگاه میکنه، نمیمونه. از من 39 درجه است، 40 درجه هیچ بالا نشد، چون پرستامول روز 8 دانه من پرستامول میگرفتم. دیگه نه، تقریبا از من یک ماه تیر شده، انوزم اس زایقی خودم پس به دست ناوردیم، نمیفهمم غذا را میخورم، هیچ چیز نمیفهمم که من چی خوردیم، از این نان اصلا اس کده نمیتونم، نه بوی دیگه میفهمم، بوی چیز میفهمم، نه غذا را. تو باور کنین روز که من هر دیگه که من پخته میکنم یا بیشتر در دیگه بخار من داشت پس خانه میشینم، به خاطر که اگه خانه بیایم من نمیفهمم که دیگم نسوزه. دیگه بسیار سخت است. خداوند شما را هم در حفظ و امان خود نگاه کنه، از این مرض، از این بدبختی ها دور باشین. عزیزایی که از این مریضی تیر شدن، خداوند نگاهشان کنه. شکر خدا که جان به سلامت بردین. از این مرض انسان زنده برای، گفته یک خواهر ما که فکر کنین تولد دوباره است. یعنی بسیار امکاناتش کم است. دیگه امیدوارم که این ویدیوی ما بر شما دوستای عزیز خسته کن نشده باشه. میفهمم ویدیو بسیار طولانی بود، چون خواهش خواهرای ما بود، خواستم همی تجربه خودم که شما دوستای عزیز شریک کنم. و کرونا در وجود هر کس هر رقم می باشه دوستای عزیز، این تجربه که من داشتم شاید دیگران تیر نکده باشه، شاید دیگران نداشته باشه. یکی از دوستای ما فقط جاندردی داشتن، گنگس بودن و جاندردی، و یکی دو هفته پیش همه جانم گرفت، همه جانم نزدیک ما همراه شوهرش اونا رو گرفت، اونا
اما جانم 24 ساعت به گویم متواتر سلفای دوامدار داشته. سلفا داشت بسیار جان درد بود، حتی دلبدی هم داشتن. از ما دلبدی بسیار کم بود، گاه گاهی می شدم در هفته اول، لیکن باز نان می خوردم. از اما جانم بسیار یعنی ایخی متفاوت بود، قسمی که از ما بود از اونا نبود. دیگه دو روز میشه که فضل خدا و کمک خداوند اونام شکر بهتر شدن، کمه خوب شدن. دیگه خداوند لای همه را در حفظ و امان خود نگاه کنه، از این مرض، از این حالتهای بد دور باشین دوستای عزیز. دیگه ای بود قصه شروع تا ختم که امرای شما دوستای عزیز کردم. امیدوارم خوشتان آمده باشه. اگر کمی و کاستی در این ویدیو بود، در قسمت گپ زدن بود، و بزرگواریتان مرا ببخشین. هنوز هم آواز ما گرفته است و قدر خوب نشدیم، ببخشش باشه که ویدیو تال خورد. به خاطر امی که ساعتم خوب نبود، درست گپ زدن نمیتونستم. البته ویدیو قبلی را که گذاشتم، ما را تقریبا در 2 ساعت و نیم ما وایس اوور کردیم یا صدا سرش ثبت کردیم، چون قدر خوب نبودم، زیادتر سلفه برام پیش میشد. دیگه نیم دو روز شکر یک ذره گک بهتر شدیم. خواستم که این ویدیو را برای شما دوستای عزیز شریک بسازم. و 2-3 روز پیش بسیار یک برف خوب بارید، بعد از 3 سال بعد در انگلند بهترین برف بود که بارید. دیگه نعمت خداوند است، بسیار خوشحال کننده بود. دیگه ما فقط بعد از 4 هفته بعد ما پیش خانه دیدین ای برف زیبا ما بر آمدم، چون بسیار دقاورده بودم. دیگه خواستم که بیرو برایم او را ماسک پوشیده نوی جان، چون امرای پدر خود دولی ساتری میکنن. دیگه ما خواستم بیرو برایم یک ویدوگک بسیار کوتاه بگیرم، و ای هم یک لانگ درایف بود که بر آمدیم، رفتیم یک دوره بیرو بر آمدیم، بسیار لذت بخش بود. دیگه خواستم که امی ویدیو را برای شما دوستای عزیز ما شریک بسازم. امیدوارم خوشتان آمده باشه از تجربه ما که گفتم براتون. دیگه خداوند به این دعا را میکنیم که این مرض که آمده خداوند خودش لایی را نیست و نابود کنه، که دیگه هیچ کس با نام از این مرض آشنا نباشه، و حتی به دشمن خود ما روادار نیستیم که این مرض بگیره. یعنی اینقدر درد آور است، اینقدر سخت است. دیگه دعای ما همیست که همیشه جور صحت سلامت باشین، در کنار فامیلایتان آرام باشین، از هر نوع مشکلات غمای دنیا دور باشین، مخصوصا عزیزای ما که در افغانستان زندگی میکنن، هموطنای عزیز ما که همیشه بیننده ویدیوهای مسته، کامنت های مقبول هر یکشانه میگیرم. من زیاد زیاد خوش میشم. کلان دلپوری ما مردم افغانستان است، مردم هایی که در افغانستان زندگی میکنه، که با چقدر مشکلات بازم اونا وقت خود صرف ویدیوهای ما میکنه، ویدیو رو میبینن، کامنت های بسیار مقبول نشته میکنن. دیگه خوش و آرام باشین، جور باشین، صحت باشین، در حفظ خداوند باشین. تا ویدیوی آینده، خدا حافظ هر یکتان.